خداوند رو شاکر باشیم که به ما ایرانیان عزیزانی که وجودشون برای جمهوری اسلامی ایران و برای ایران عزیز میتپه عزیزان همسر جوادتون خادمیان و برادرشون که با عرق و ارادتی که به جمهوری اسلامی ایران و ایران عزیز داشتن دوباره برای کشور خودشون و برای وطن خودشون و برای سرزمین آب و اجدادی خودشون قدم برداشتن. شما اگه یه بیماری ژنتیکی داشته باشین یعنی چی؟ یعنی یکی از ژن‌های بدنتون، یعنی یکی از برنامه‌های بدنتون که باید به صورت طبیعی کارشو انجام بده توش نقص به وجود میاد، توش جهش اصطلاحاً به وجود میاد. این جهش باعث میشه که طرف فرد مورد نظر یکی از فعالیت‌های بدنش رو نتونه به خوبی انجام بده. والا اگه بگم عالی بود بازم هیچ درجه ای نمیشه براش گذاشت، اصلا غیر قابل تصور بود. هم بار علمیش خوب بود، هم برای همه اقشار با همه سطح سواد خیلی خوب بود. ما این تصمیم رو داریم که آزمایش برای HIVM رو مثل آزمایش تالاسمی جز آزمایش قبل از بارداری قرار بدیم تا حداقل فرد مبتلا بیماری نداشته باشیم. آقای خادمیان قطعا یکی از سرمایه های بینشی و فکری کشور و علی خصوص این شهر هستند. و من اظهارات جناب آقای دکتر خادمیان رو، اظهارات تخصصشون رو گوش کردم، فوق‌العاده عالی بود. به عنوان شهروند از ایشان تشکر میکنم و حمایت هم میکنیم، در خدمتشون هستیم. دکتر رو گفتن درمون نداره، تازه متوجه شدیم که آقای دکتر خونه ما تماس گرفتن چند ماه پیش، گفتن که درمونش اومده. ما هم از شما تشکر میکنیم که همچین نمایشهایی رو حمایت میکنیم و اطلاع رسانی جامع و کامل انجام میدیم. خیلی زیاد کمک میکنه، درگیر هستم، وارده سالهای سال درگیرم. از ایشون میخوام تشکر ویژه داشته باشم، چون عرق بی همپرستی و ملی ایشون و عشقشون به خانواده باعث شد که بتونن برنامه‌ای داشته باشن اینجا که سایر هموطنان ما هم بتونن، هم میهنان ما و همچنین همشهریای ما، از اطلاعاتی که راجع به این بیماری هست استفاده بکنن. تو هر چقدر که در توانش باشه این چیز کمک میکنه به همشهریای خودش، به پدرش. ما تقریبا بیشتر شاید دیگه از هدف من این بود که اطلاعات رو بگیرم و با افرادی که ما ارتباط داریم و دوست دارم در بحث پژوهش و تحقیق سرمایه گذاری میکنن، حالا اونا خیلی افرادی هستن تو این بخش ورود پیدا میکنن، ما هم یک حالا نخودی تو این آش امروز میندازیم. من درود میفرستم بر این ارادت و غیرتی که به هر حال جوانای ایرانی به وطن خودشون، به جمهوری اسلامی پیدا کردن، به خصوص آقای دکتر که به سرزمین آب و اجدادی خودش به هر حال اعتنا کردن و مثل بعضیا که به هر حال بعد از مدتی حالا با کوچکترین نقطه نظری خدمت پشت میکنن به خیلی از مباحث ملی مذهبی خودشون. واقعا به حالا دیگه میشه گفت آقای دکتر خادمیان متعلق به تمام دنیاست، نه فقط مهدی شهر.